درود میفرستم به همه هممیهنان گرامی، همیاران و مبارزان در راه آزادی. دوستان، این تا یه مقدار این تنظیمات انجام بشه و بقیه عزیزانم به جمع ما بپیوندن، سپاسگزار میشم که این برنامه رو به اشتراک بگذارید. همون گونه که در تیتر برنامه هم میبینید، در سرآغاز برنامه میبینید، یک سری موضوعات مهمی رو درباره همایش اشتوتگارت میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. یک سری اطلاعاتی هستش که میباید شما داشته باشید. درود میفرستم به همتون. اینو سپاسگزار میشم پخش بکنید. من خودم هم اینجا یه چند جا به اشتراک بگذارم. تا 2 دقیقه دیگه برنامه رو آغاز میکنیم. عزیزان، این برنامه رو پخش کنید. مسائل مهمی رو میخوایم با هم صحبت بکنیم که بسیار حائز اهمیت هستش. یه مقدار منتظر میمونم که بقیه هممیهنان بیان. دوستاتون رو دعوت کنید عزیزان، تو گروه هایی که حضور دارید به اشتراک بگذارید. من خودم هم دارم پخش میکنم. یه مقدار منتظر میمونیم تا دیگر دوستان هم به ما بپیوندن که درباره این همایش اشتوتگارت با هم دیگه بتونیم یه گپ و گفتگویی داشته باشیم، که همه عزیزان در جریان باشن، هم میهنان در جریان باشن و بتونیم با یک همازوری، با یک همگامی، با یک همگونی این همایش رو، این همایش بزرگ رو میتونم بگم، به سرانجام و انجام برسونیم. عزیزان، این برنامه رو خواهش میکنم پخش کنید. سپاسگزار میشم پخش کنید. تکرار میکنم به خاطر اینکه آغاز برنامه هست، هنوز هیچ گفتگویی رو پیش نبردیم. این رو پخش کنید تا دیگر دوستانم بپیوندن تا بتونیم برنامه رو آغاز کنیم. عزیزان، صدا خوب هستش؟ دوستانی که الان روی خط هستن با هم هستیم، صدا خوب هست؟ اگه یه کامنت بگذارید و صدا رو تایید بکنید، میتونیم برنامه رو آغاز بکنیم. عزیزان، صدا خوب هستش؟ صدای من دارین؟ من خودم هم اینجا یه چند تا با این چیزها رو به اشتراک بگذارم. گرامیان، صدا هستش؟ گمان میکنم که صدا باشه. تا 1 دقیقه دیگه برنامه رو آغاز میکنیم. دوستان به اشتراک بگذارید، سپاسگزار میشم که بقیه دوستان هم به ما بپیوندن، هم میهنان به ما بپیوندن تا بتونیم بریم سر موضوعات بسیار مهم و اصلی. درود بر شما، بسیار سپاسگزارم مهربانو. گمان میکنم یه مشکلی به وجود اومد. عزیزان یک لحظه من اینو یکی دو جا به اشتراک بگذارم که دیگر هم میهنان هم به ما بپیوندن. تا 1 دقیقه دیگه برنامه رو آغاز میکنیم. مسئله همایش چرا اینطوری میشه؟ نمیدونم چه مشکلی وجود داره. اجازه بدین. درود بر شما، درود به همه شما عزیزان. میریم تا چند لحظه دیگه برنامه رو آغاز کنیم. درود بر شما عزیزان. تا قبل از که برنامه رو آغاز کنیم، این برنامه رو به اشتراک بگذارید که دیگر دوستانم به ما بپیوندن. سپاسگزار میشم ازتون. بله، خب عزیزان، میریم وارد برنامه میشه. همون گونی که در تیتر، درود میفرستم به همتون،
خیلی خوش آمدین. همونگونه که در تیتر برنامه مشاهده میکنین، درباره همایش اشتوتگارت یک گپ و گفتگویی میخوام با هم داشته باشیم. یک سری از دوستان الان دارن این صحبت ها رو از دیروز پریروز آغاز کردن، درود بر شما، و اینکه شما هم در جریان باشید. این برنامه یک توضیحاتی رو درباره هدف این همایش، چگونگی برگزاریش و چه کسانی دارن این موضوع رو برگزار میکنن، چه برنامه هایی رو در پیش داریم، چگونه مسائل رزرو و در هتل و اینجور جاها انجام بدید. این موضوع بسیار حائز اهمیته. یک لینکی را من در همین پست گذاشتم که شما میتونید کلیک کنید روش، مستقیم در راستای این همایش هتلتون رو رزرو کنید، به خاطر اینکه شرایط ویژه، قیمت ویژه و مسائل دیگه وجود داره. ببینید عزیزان، مدت زمانی هستش که ما میبینیم این جریان‌های مختلف سیاسی که من قبلا در این راستا صحبت کردم، از جریان در واقع مسائل غربی، جریانات سیاسی مختلف، اولترالیبرالیست ها، اشخاصی که با پادشاهی ایران مخالفت میکنن، اشخاصی که میخوان حتما در ایران یک جمهوری باشه، جریاناتی که میخوان در ایران یک فدرالیسم پایه‌گذاری کنن، و تمام این مافیاهای سیاسی و اقتصادی که پیشتر از این در برنامه‌های گذشته براتون توضیح دادم، ما میبینیم که این روزها خصوصا پس از خیزش دیما، فعالیت‌های اینا به گونه دیگه شده، بیشتر شده، و اینکه تلاش میکنن که اون جریان خیزش دیما که فریاد رضا شاه، روحت شاه، جهان رو به لرزه درآورد رو کم رنگ بکنن، نادیده بگیرن. این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش عزیزان، و به خاطر این در واقع کم رنگ کردن و نادیده گرفتن فریاد دادخواهی مردم ایران، فریاد آزادخواهی مردم ایران، جریاناتی شروع کردن به یه سری مسائل و فعل و انفعالاتی که بتونن این خیزش رو نخست کم رنگ بکنن، شعارهاشون نادیده بگیرن، و یا اینکه در واقع روی موجش سوار بشن. درود بر شما جناب قاسمی، جناب بهروز و دیگر عزیزان. به همین خاطرم هستش که ما ببینیم بخش‌های مختلفی که هر کدوم از اینها به یک سری از جریانات سیاسی ارتباط دارن، اکتیف شدن و برای خودشون چه میدونم در لندن سمینار میذارن و نسخه فدرالیست تجویز میکنن، یا خودشون رو مدعی در واقع سیاست آینده ایران میدونن. اون هم چه اشخاصی؟ اشخاصی که همین در واقع بلای خانمانسوز شورش 57 رو برای ما به وجود آوردن، در واقع درش دست داشتن، درش دخیل بودن، مهره های همون جریان ها و مافیاهای خارجی بودن که اینها رو در واقع عجیل کردن، کوک کردن، بر سر کار گذاشتن، و هنوز که هنوزه دارن این مهره ها رو در واقع سرنخش رو از بالا تکون میدن. بنابراین وقتی این جریان ها رو میبینیم، یا اینکه برای مثال فریاد بگو برگرد شاه یا ولیعهد ایران بازگرد به ایران رو تبدیل میکنن به یک در واقع جریان رفراندومی زیر نظر سازمان ملل، که خب در جریانش هستید، این محسن مخملباف هم نهایتاً برگشت گفت چریک میشم، و یا جریاناتی که در واشنگتن یک سری به راستی و درستی لومپنهای سیاسی میتونن اینا رو نام بگذارن، شروع کردن فعال شدن. وقتی هم پشت هر کدومش رو نگاه میکنی، میبینیم ای داد بیداد، اینها به اون جریانات خارجی و مافیایی متصل هستن. این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش. بنابراین تنها جریان راستین و درستینی که این وسط میمونه، که مردم ایران هستن و فریاد آزادی خواهی اونها هستش، همین جریان رضا شاه، روحت شاد هستش، همین جریان بگو برگرد شاه هستش، همین جریانی که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، همین جریانی که میگه ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، همین جریانی که یک
در واقع آگاهی ملی به وجود آورده، یک خودآگاهی ملی به وجود آورده که نظام پادشاهی و یا نهاد پادشاهی رو فریاد میزنه. منظورم از نظام پادشاهی و نهاد پادشاهی اون پادشاهی خواهان راستین هستش، منظورم اون ارسالی های پسفترت شیعه آریایی یا اون پسفترت های دیگه که جدیدن میخوان چه میدونم یهود آریایی یا اون پسفترتانی که در واقع لباس و پوستین پادشاهی برتن کردن که مردم رو گمراه کنن و اونها رو به بیراهه بکشن و روی این مشت سوارشن، منظورم اونها نیستش. این کلمه راستین بیدلیل نیست که در کنار مبارزان راستین قرار میگیره، در کنار پادشاهی خواهان راستین قرار میگیره. دقت فرمودی؟ یه عده هم که دارن از این وسط سوء استفاده میکنن رو در واقع میخوان اون نهاد پادشاهی رو به گونه لکه‌دار بکنن و بازی با کلمات میکنن و انگای سلطنت طلبی میزنن که اینها همانا برازنده خود در واقع بازماندگان قجرهای تازی هست و تازی پرستان. دقت فرمودید؟ بنابراین در این شرایطی که به وجود آوردن صدای آزادی خواهان و براندازان راستین رو میبرن، صدای ملیگرایان راستین رو میبرن، به مانند همین خسرو فرابهر خودمون که یک در واقع بلنگویی بود، یک تریبونی بود در تلویزیون اندیشه که صدای اون هم بریدن. دقت فرمودید؟ بنابراین در این شرایط خفقانی که به وجود اومده که این مافیاها اجازه نمیدن که اون فریاد راستین ملت بزرگ ایران به گوش جهان برسه، بچه های اومدن ظرف 3-4 ماه گذشته که خب اینا دور و نزدیک با همدیگه ارتباط داشتن، فعالیت هایی رو با هم قبلا انجام داده بودن، اومدن نشستن دور همدیگه در واقع در نشست های دوستانه و خصوصی و نهایتاً به این نتیجه پس از به راستی و درستی 3-4 ماه، چون خود من هم در همین نشست ها شرکت می کردم، پس از 3-4 ماه به این نتیجه رسیدیم که ما میبایست به راستی و درستی یک جبهه واحدی رو بین هواداران پادشاهی درست بکنیم برای قدم نخست. عزیزان خوب دقت کنید، یک جبهه واحدی برای هواداران پادشاهی بسازیم که حداقل جلوی این جریاناتی که در لندن میشینن که حتی پرچم شیر خورشید رو هم قبول ندارن و حاضر نیستن اون رو در گرد همایشون قرار بدن و برای ما لاف پادشاهی میزنن، جلوی اونها بیستیم، جلوی اون جریاناتی که در واقع تمام مافیای جهانی هم پشت سرشون هستن و از سال 57 این مهره ها رو دارن باهاشون بازی میکنن، جلوی اونا بایستیم. در مقابل سیاست های جهانی که کمر به نابودی ایران، جان وجودی ایران هم بسته، جلوی اونها هم بایستیم. عزیزان خوب دقت کنید، ما میخواییم نظام ننگین یا این رژیم ضحاک فرو بپاشه، ما میخواییم جمهوری اشغالگر اسلامی فرو بپاشه، ما نمیخواییم ایران فرو بپاشه. این مرزی هست، خط مرز بسیار باریکی هست که میبایست همه ماها ملیگرایان میهن دوستان بهش توجه بکنیم، چه آنهایی که جمهوری خواه هستن، چه آنهایی که طرفدار نهاد پادشاهی هستن. ما امروز شاهد یک نسلی هستیم، نسل نوین جمهوری خواهان، که اینها بسیار ملی هستن. من با خودم شخصا با اینا برخورد داشتم. دقت فرمودی؟ منتها از نظر سلیقه سیاسی، سلیقه سیاسی اونها جمهوری هست، سلیقه سیاسی ما در واقع سیستم پادشاهی هستش. بنابراین ما از نظر محتوای ملی بودن با همدیگه مشکلی نداریم. دقت فرمودی؟ این سلیقه سیاسی هم میگذاریم به رأی ملت بزرگ ایران. اگر ما مدعی هستیم، خصوصا جمهوری خواهایی که مدعی دموکراسی و برقراری دموکراسی هستن، اگر مدعی به این مسائل هستیم، بنابراین این تکلیف رو واگذار میکنیم به ملت بزرگ ایران که تکلیفش رو روشن بکنه. این موضوع بسیار حائز اهمیت است. اما بازگردیم به سخن خودمون، در واقع همایش هواداران نهاد پادشاهی در اشتوتگارت قرار برگزار بشه
در این سال 2577 شاهنشاهی و یا 2018 ترسایی میلادی. بنابراین این همایش با در نظر گرفتن نشسته های مختلفی که همه این دوستان که اکثرا نسل نوین مبارزاتی هستن، جوان هستن و اشخاص دیگه هم هستن که با سن بالاتر اما اونها هم جوانگرا هستن، دقت فرمودید، اینها در واقع به اون تصمیمی رسیدن که بیان یک جبهه در واقع مشترکی منسجمی بین طرفداران پادشاهی برگزار کنن و برای این موضوع در واقع سه اصل رو در نظر گرفتن و اون سه اصل پرچم شیر و خورشید نشان هستش، قانون مشروطه بدون متمم‌های دینی مذهبیش و همچنین توی پرانتز اینو گذاشتم متمم‌های دینی مذهبی، من اینو برای مسخره نگفتم، قانون مشروطه در پرانتز متمم‌های بدون متمم‌های دینی مذهبیش، این موضوع بسیار حائز اهمیته و همچنین ولیعهد ایران. این سه اصل در واقع آخرین گفتار یا وصیت پادشاه در گذشته آریامهر هستش، دقت فرمودید. بنابراین و ما امروز میدونیم که در واقع حتی این چپی ها هم بسیاریشون این شرافت رو داشتن و اومدن گفتن که آقا دروغ گفتیم، اشتباه کردیم، دقت فرمودید. بنابراین این وصیت پادشاه درگذشته ما شادروان آریامهر، این موضوع بسیار حائز اهمیت هست که اینها در واقع مسائل ملی هم به حساب میاد برای در واقع برون رفت از این بنبست، همین بنبست تاریخی که درش به راستی و درستی 40 سال گرفتار شدیم، دقت فرمودید. خوب به این مسائل توجه کنید که بسیار حائز اهمیت هست که شما اون شیرازه این همایش رو بدونید چی هستش. و ضمن این که زمانی که با این بچه ها که یا به صورت انفرادی هستن یا از طرف سازمان های مختلفی هستن به مانند خود جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی، به این نتیجه رسیدیم که این موضوعی که در واقع به عنوان همایش هواداران نهاد پادشاهی رو در واقع عنوان بکنیم و برگزار بکنیم، قرار نیست کسی زیر چتر کسی بره، دقت فرمودید. این موضوع یک مسئله کل هستش که هر سازمانی و یا هر شخص متخصصی، هر شخص اندیشمندی میاد و اون دانش خودش رو در اختیار این جریان قرار میده، یعنی در اختیار همگان قرار میده. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که در این راستا میفته این هستش که یک هماهنگی بین تمام اون هواداران راستین پادشاهی به وجود میاد. اینجا اون کسانی که پوستین پادشاهی برتن کردن در واقع میرن کنار، اجازه نخواهیم بهشون داد که بیان با صحبت پادشاهی خواهی مردم رو فریب بدن، به مانند اون شخصی که رفت در نشست لندن و چنین دروغ پردازی هایی رو عنوان کرد، چنین خزعبلاتی رو به راستی و درستی تحویل مردم داد، دقت فرمودید. این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش. بنابراین این انسجام، این همازوری، همازور بین همازور، دقت فرمودید، همازوری با راستکاران و درستان، درستکاران، همازوری با نیکندیشان و خردمندان. پوزش میخوام عزیزان، یک ظاهرا اجازه بدید، من یک تماسی داشتم، یک عزیزی با من تماس گرفته، عجب من فراموش کردم که الان یک قراری دارم، الان با من تماس گرفت رو اسکایپ، یهو تلفنم مختل شد، براشون یه پیام بفرستم فقط که من در لایف هستم که با من تماس نگیره، یه لحظه. به
بسیار خوب. پوزش میخوام از یه لحظه قطعی به وجود اومد. بنابراین این همازوری و این انسجام لازمه در واقع هواداران نهاد پادشاهی هستش. دقت فرمودید. و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نمیدونم اینو گفتم یا نه، یه مقداری صحبتم پرت شدش، ولی تکرار میکنم اگر حتی گفته باشم. بدین گونه هست که هر سازمانی، هر شخصی که یک توانایی داره میاد این تواناییشو میگذاره وسط و همه ازش استفاده میکنن. دقت فرمودید. اینطوری یک همگامی و یک همصدایی بین هواداران نهاد پادشاهی به وجود میاد. دقت فرمودید. برای مثال ما خودمون جنبش رنسانس ایرانی، اتفاقا حالا شما خواهید دید، من لینکش هم گذاشتم، میرید میبینید، ما زمانی که رفتیم با هتل، در واقع هتل رو بگیریم چانه بزنیم، رفتیم سالن کنفرانس رو بگیریم چانه بزنیم، اینا دنبال یه سازمانی میگشتن که یه نام یک سازمانی رو بذارن. خب بین این بچه‌هایی که بودن، خب سازمان در واقع جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی هم به قول معروف گفتنی سابقه بیشتری، حتی خب دیگر دوستان هم سابقه دارن، یک نهاد فرهنگی اجتماعی هست، یک جنبش هست، جنبش یک موضوع فراگیر هستش و اینکه خب ما یه سری امکانات رو داریم از نظر ثبت، از نظر خیلی از مسائل، و خب رفتیم و نام ایرانیان رنسانس رو به هتل دادیم، با اونا چونه زدیم، یک قیمت بسیار مناسبی گرفتیم، چونه زدیم باهاشون که مثلا صبحونه هم روش باشه، با نمیدونم سالن کنفرانس موقعی که می‌خواستیم بریم صحبت کنیم به همین ترتیب. یعنی اونها میباید با شخص در طرف نمی، وقتی با شخص طرف بشن تا اینکه با یه سازمان طرف بشن، خب یه سری هزینه ها و یه سری چونه زنی ها و یه سری اعتبار ها هم میاد وسط. بنابراین ما مثلا این امکان رو داشتیم در اختیار این جمع قرار دادیم. شما الان روی اون لینک رزرو که بزنید، اون بالاش نوشته ایرانیان رنسانس گروپ. دقت کردی؟ این همایش ارتباطی به جنبش نداره عزیزانا. ما این کمکی بوده که تونستیم بکنیم. یا مثلا رستاقیز سیمور جناب قاسمی یک سری کمک ها رو ایشون انجام دارن میدن. دقت کردید؟ و توی همین جمعی که نشستیم صحبت کردیم، خسرو فرابهر مثلا یکی از سخنرانامون هستش. دقت فرمودید؟ توی این جمعی که نشستیم صحبت کردیم، یکی اومد گفت آقا من اینقدر پول میدم، اون یکی گفت آقا من اینقدر پول میدم، و زمانی که یه مقدار صدای این بیشتر شد، تماس گرفتن گفتن آقا اگه میخوای ما 100 دلار میدیم، اون یکی گفت من 200 دلار میدم، اون یکی گفت من 300 یورو میدم، و این هزینهش هم جمع شد. هزینه زیادم باور کنید بر نمیداره، چون هر کسی میاد اونجا مهمون جیب خودشه، رفت و آمد خودش میده، پول هتل هم خودش میده، ما فقط هزینه‌ای که مثلا لازم بودش که فراهمم شده که هولوش 5000 یورو هزینهش هم بیشتر نشد، اینا رو همه همین دوستان متقبل شدن. اونم برای سالن کنفرانس بود. اونجا ما مثلا بین سخنرانی‌ها یک تنفسی هستش که مردم بیان یک شیرینی بخورن، یک کافه‌ای بنوشن، یه سیگاری اگه دوست دارن بکشن، و دوباره کنفرانس برگزار خواهد شد. یک بخش ما در صبح داریم از 9 تا ساعت 12 و یک از ساعت 12 تا 1 اونجا یک نهار سبکی در نظر گرفته شده، از این در واقع توستا و ساندویچ های کوچیک که مردم اونجا میل بکنن که دیگه نیازی نباشه ما بریم بیرون از سالن کنفرانس یا همایش. و ما بخش دوم بعد از ظهر رو داریم که از ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر هستش. دقت فرمودید. 5 بعد از ظهر هم همایش تموم میشه، میریم به سمت هتل. حالا هر کی میخواد شام بره بیرون بخوره، میخواد تو هتل بخوره، میخواد بره بگرده، دیگه در اختیار خودش هست. منتها هممون در یک هتل هستیم که بتونیم با همدیگه صحبت کنیم، بتونیم با همدیگه همگامی و هماندیشی داشته باشیم، اعتمادها به هم جلب بشه. این موضوع بسیار حائز اهمیته. دقت فرمودی؟ و این در واقع یکم، دوم و سوم ماه جون که میشه 11، 12 و 13 خرداد، ما 3 روز کاری برای ایران هست. یعنی کسی که میاد اونجا از صبح میاد کار میکنه تا بعد از ظهر،
بخش بعد از ظهر ما یه پنل پرسش و پاسخ داریم، بخش نخست بعد از ظهر، بخش دوم بعد از ظهر در واقع یه سری کارگروه ها برگزار خواهد شد که اونها رو میشینیم با بر مبنای تخصص اعضایی که میان اونجا شرکت میکنن کارگروه ها صورت میگیره، هر کسی بر مبنای تخصصش بر مبنای تواناییش میره در یک کارگروهی میشینه و این کار یه سری کارها و هدفهایی که در واقع همگی با هم دیگه تصمیم میگیریم در اون کارگروه ها هر کسی بر مبنای تخصصش کار خواهد کرد. این موضوع بسیار حائز اهمیته و پس از همایش هم این کارگروه ها در فضای مجازی ادامه پیدا خواهد کرد. جلساتی دارن هفتگی، ماهی دو سه بار در اسکایپ، در فضای زوم و نهایتا محتوایی که از این کارگروه ها میاد بیرون در اختیار همه سازمان ها قرار میگیره، در اختیار همه منفردین قرار میگیره که از اون بتونن استفاده کنن و نهایتا در اختیار جامعه ایران قرار میگیره، همون مردمی که فریاد رضا شاه روحت شاد رو سر دادن قرار میگیره و در راستای آزادی ایران میره ازش استفاده بشه. دقت فرمودید؟ زمانی که این انسجام به وجود بیاد در واقع یک جبهه واحدی درست میشه از پادشاهی خواهان. ما فعلا عزیزان صحبت هواداران پادشاهی رو میکنیم، اجازه بدین نخست انسجام خودمون رو قوی تر بکنیم، کارهامون رو هماهنگ بکنیم. به احتمال زیاد یک ساختاری شکل میگیره که اونجا یک شورای هماهنگی هستش که تمام این کارگروه ها سردبیراشون در اونجا هستن که این کارها هماهنگ انجام بشه. دقت فرمودی؟ بنابراین این اتفاقی که داره میفته اتفاقی نیستش که من رضا مهربانی یا جنبش رنسانس ایرانی یا نمیدونم سعید قاسمی رستاخیز سیمرغی یا چه میدونم اون یکی پادشاهی خواه یا مثلا فلان و فلان، نه این هیچ کدوم از اینا نیستن، همه اینها با هم هستن. دقت فرمودید؟ بنابراین چی میگن، هیچ نامی روی این قضیه نمیشه گذاشت. تنها نامی که میشه روی این قضیه گذاشت انسجام هواداران نهاد پادشاهی هست. موضوع کلی که در اینجا وجود داره همون وصیت‌نامه پادشاه درگذشته آریامهر هست که پرچم شیر خورشید قانون مشروطه بدون متممات دینی مذهبیش و ولیعهد ایران هستش. دقت فرمودی؟ ما امروز جمهوری خواهای زیادی هم داریم که به شاهزاده باور دارن و ازش حمایت میکنن. من اینجا یک پیامی به جمهوری خواهانی که ملی هستن و در راستای آزادی ایران قدم بر میدارن، این پیام به اونا میدم. عزیزان شما هم میتونید بیان شرکت بکنید، اینو فراموش نکنی. دقت فرمودی؟ در این انسجام پادشاهی خواهان که داره به وجود میاد، ما اینجا نیستیم که یک دیکتاتورشیپی درست بکنیم، به هیچ عنوان چنین نیست. متأهل میخوایم خودمون رو منسجم کنیم، اما اگر شما برنامه دارید بیایید برنامه هاتون بگذارید وسط که همگی ازش استفاده بکنیم. هر کی از کانال های خودش، سازمان های خودش، جنبش رنسانس ایرانی یک بخشی از اندیشه جامعه رو، یک بخشی از هممیهنان رو داره تغذیه میکنه. دقت فرمودید؟ رستاخیز سیمرغ سعید قاسمی داره یک بخشی از هممیهنان رو تغذیه کاری میکنه و تمام این گروه ها، خسرو فرابهر یک بخشی رو داره تغذیه اندیشه‌ای میکنه، مهران ملکی یک بخشی رو داره تغذیه اندیشه‌ای میکنه. بنابراین وقتی که این برنامه ها میاد وسط، هماهنگ میاد وسط، از تمام کانال ها به جامعه، به سمت جامعه میره. اینجا یک اطمینان خاطری برای جامعه به وجود میاره. اینجا جامعه به اون جامعه، مردم درون مرز به این اطمینان میرسن بابا یکی هست، یک گروهی پیدا شده که اینها با همدیگه انسجام دارن، هماهنگ هستن. دقت فرمودی؟ این موضوع بسیار حائز اهمیته. و سپس اینکه ما پشتمون به هیچ مافیایی هم وصل نیست. مردم ایران خسته شدن که انقدر این یا ارسالی های رژیمی رو باید تو این رسانه ها ببینن یا چه میدونم اون مافیاهایی که دنبشون به این ور اون ور وصله. ما با درون مرز بسیار ارتباط داریم. عزیزان فراموش نکنین مردم ایران با ذره‌بین همه رو دارن نگاه میکنن و کاملا میشناسن جریاناتو، کامل میشناسن. من اصلا بر این باور نیستم که برخی میشینن میگن مردم ایران فلان هستن و چنان هستن. خیر،
کاملا برعکسش برای من هستش. این ژن هوشمند اجتماعی که من بارها تو برنامه هام ازش یاد کردم به راستی و درستی خودش رو شکوفا کرده و نشون داده، خصوصا در خیزش دیما. این آگاهی ملی که به وجود اومده دست تمام این فریبکاران و دغلکاران رو بسته، برای همین اینا به جنب و جوش افتادن، نمیدونن چی کار بکنن. بنابراین زمانی که ما این انسجام رو، این همازوری رو، این جبهه واحد رو درست بکنیم، این جبهه مشترک رو درست بکنیم، دیگه رسانه های در واقع رسانه های آنچنانی که نمیخوام نام ببرم، یکیشون زیر عبای ملکه انگلیس هست و یکیشون زیر عبای نمیدونم یونایتد استیت هستش، اینها مجبورن به ما نگاه بکنن، اینها مجبورن صدای ما رو پخش کنن، اینها مجبورن گزارشات ما رو پخش بکنن. دقت فرمودی؟ این شبکه های تلویزیونی ایرانی که یک کدومشون اون پس فطرت شارلاتان هستش، یک کدومشون اون پس فطرت های حاج آقا ها هستن، یک کدومشون اون پس فطرت های مافیایی هستن، اینها مجبور هستن صدای ما رو پخش کنن، اینها مجبور هستن که بیان سمت ما و در واقع نگاه ما رو اندیشه پادشاهی خواهان راستین، نه اونایی که از لوای پادشاهی تجارت میکنن. دقت فرمودی؟ مجبور هستن اونها رو پخش بکنن. ضمن این که بچه هایی که الان با دوره هم جمع شدن، همین الان دارن کارهای لوجستیکی رو انجام میدن، همین هتل رزرو کردن، نمیدونم خریدها و یه سری مسائل رو دارن انجام میدن که یک محیطی رو درست بکنن که همه هممیهنان جمع بشن اونجا با یک خاطری آسوده و در یک آرامش بتونن کار پیش ببرن، کار انجام بدن. در واقع اینها، این عزیزان، این دوستان به صورت خودجوش بدون اینکه به جای ارتباطی داشته باشند این موضوع رو فراهم کردن، این زمینه و این بستر رو فراهم کردن. دقت فرمودید؟ و خوشبختانه استقبال خیلی خوبی هم شد، خوشبختانه استقبال خیلی خوبی شد، حتی با عزیزانی که در نمرس هستن صحبت هایی داشتیم. ما از سمت خودمون جنبش رنسانس ایرانی دارم میگم، فرزندان فردوسی، اون پس فطرت اون شیعه آریایی رو نمیگم ها، یا اون یهود آریایی ها، اونا رو نمیگم، پس فطرت ها رو منظورم نیست، یا ارسالی های دیگه، منظورم همین جنبشی هستش که ایرانیان رنسانس با این نشان شیر طلایی شما در این زیر دارید مشاهده میکنید و سبزه نوروزی در دستش. ما وقتی که صحبت کردیم اینا خیلی خوشحال شدن. این جریان مال تقریبا 3 ماه پیشه، اون اوایلی بود که ما داشتیم این صحبت‌ها رو می‌کردیم که تصمیم بگیریم این کار رو انجام بدیم و امیدوار شدن. بنابراین عزیزان، نخست این که من اینجا یک سری تلفن‌ها رو گذاشتم، یک سری ایمیل‌ها رو گذاشتم، لینک مخصوص رزرو هتل رو گذاشتم. عزیزان هر کی می‌خواد بیاد با اون لینک رزرو بکنه، مشخصاتشو به اون ایمیل بفرسته که یک دعوتنامه براش ارسال میشه. در اون سالن همایش شما اگه دعوتنامه نداشته باشید از اون پایین اصلا نمیذارن بیاین بالا. اینو خوب دقت کنید، ما همه بالا هستیم. دقت فرمودید؟ اون پایین سکوریتی که وجود داره این دعوتنامه رو شما باید داشته باشی بیای بالا. بنابراین عزیزانی که میخوان در این همایش شرکت کنن، چه سازمانی و یا انفرادی، مشخصاتشون رو برای اون ایمیل بفرستن که در همین پست هستش که براشون دعوتنامه صادر بشه. دقت کردی؟ اسم و فامیل و از چه سازمانی هستن و اگر دوست داشتن چه تخصصی دارن. این خیلی مهمه، چون وقتی میایین اونجا خیلی‌ها شاید همدیگه رو نشناسن. اینها رو ما به صورت یک فرمت A4 میفرستیم براشون، این دعوتنامه رو، که یه طرف دعوتنامه وقتی این A4 رو شما در واقع 4 تاکه بکنی، من یه نمونهی به شما نشون بدم که خیلی حائز اهمیت این قضیه. ببینید، یه کاغذ A4 وقتی شما 4 تا بکنید یه همچی حالتی میشه. یه پاکت های شفاف پلاستیکی در نظر گرفته شده با بندایی که شما تو این سمینارها دیدید میندازن گردنشون، اینجا اسم و مشخصات و تخصص و اچش سازمانی هستش. دقت کردی؟
این ورم اون نشان سازمان هست، وسط این هم در واقع پروگرام روز هست، نام سخنرانان، پروگرام روز، ساعت ها که همه بدونن در اختیار داشته باشن که زمان ها رو در واقع اشتباه نکنن. اینو وقتی شما دستت باشه، این دعوتنامه است، از اونجا میذارن شما در بیای بالا در سالن کنفرانس شرکت کنی. بنابراین عزیزان فراموش نکنن به اون ایمیل مشخصاتو بفرستن که براشون دعوتنامه ارسال بشه، و اینکه اگر پرسشی داشتن یک شماره تلفنی اینجا هست، یا اگر میخوان همیاری بکنن با این شماره تلفن تماس بگیرن، همیاری میخوان بکنن، همیاری بکنن، پرسشی دارن میتونن بپرسن. دقت فرمودید. و اینکه ما در این سه روز، یکم، دوم و سوم ماه جون، در واقع از همه عزیزان تقاضا داریم که ساعت 12 ظهر در هتل حضور داشته باشن. چکین هتل ساعت 3 بعد از ظهر هستش. شما رون لینک برای در واقع رزرویشن بخواید کلیک کنید متوجه میشید همه اون چیزها رو نوشته. چکین ساعت 3 متا. ما همه صحبت ها رو کردیم اونجا، یک اتاق در اختیار میذارن، میریم ساکامونو میذاریم اونجا و میریم به سمت ساعت 1 همایش رو آغاز میکنیم. سالن همایش هم خیابون بغلی همین هتل هستش، یعنی 5 دقیقه پیاده راهه. دقت فرمودید. ما اینا رو همه رو نشستیم در آوردیم اتفاقا به خاطر همین که این محیط رو فراهم بکنیم. بچه‌ای که دارن کارهای لوجستیکی رو انجام میدن، یکیش خود من هستم. دقت فرمودید. ساکاشون رو میذارن در یک اتاقی در رزرویشن، میریم ساعت 1 همایش برگزار میشه تا 5 بعد از ظهر. 5 بعد از ظهر که دیگه برگردیم میتونن ساکاشون رو بردارن، هر کی بره تو اتاق خودش که رزرو کرده. دقت فرمودید. ما چونه ای که زدیم با اینا، هم با قیمت مناسب اینو تلاش کردیم پیدا بکنیم، همین که عزیزان اون با اون لینک رزرو کنید، چون صبحانه رو ما رایگان گرفتیم، یعنی صبحانه برای تمام عزیزانی که در این همایش شرکت میکنن رایگان هستش. این موضوع بسیار حائز اهمیته برای اینکه بریم سریع به کارمون برسیم، و شما بخوای یه صبحونه توی هتل بگیری 15-16 یورو خرجش هستش. بنابراین ما همه یک پکیجی درست کردیم عزیزان که با یک قیمت مناسب بتونن بیشترین اشخاصی که تمایل دارن در این همایش شرکت کنن بتونن شرکت کنن. واقعیت حالا شما رو اون لینک رزرویشن که چیز بکنی، اگر یک تن هستید یا دو تن هستید، و یه سری اتاق ها هستش که در واقع دو تخت جدا هست و هزینه ها سرشکن میشه، یعنی 79 یورو در شب چه میدونم نفری 43 یورو میفته یا 44 یورو. من خودم مثلا با یکی از دوستان میریم و این هزینهش هم شیر میکنیم، هزینه اتاقو که برامون کمتر هزینه برداره. دقت فرمودی؟ یا مثلا اگر کسی تنهایی بخواد میتونیم تنهایی بگیره، یا هر چند تنی هستم ممکنه یه مثلا 10-15 تنی بخوام بیان، اینا رو همه رو آیتم داره میتونید انتخاب بکنید. ولی مهم این هستش که از این لینک وقتی شما این هتل رو رزرو میکنید، صبحانه درش رایگان هست و یک سری شرایطی که ما با هتل چونه زدیم و صحبت کردیم و در نظر گرفتیم، در قالب یک گروه کنفرانسی، گروه کاری داریم میریم اونجا، همه اونا در این پکیج وجود داره. دقت فرمودید. بنابراین اشتباه نکنید و وقتی میخواید رزرو کنید این کارو بکنید، حتما با اون ایمیل درخواست دعوتنامه بکنید، وگرنه از اون در اون سالن کنفرانس نمیذارن شما شرکت کنید. دقت فرمودید. سالن کنفرانس در یک مجموعه در واقع مجموعه اداری کاری هست که تمام این ساختمان و ساختمان شیکی هم هست، سالن‌های مختلف کنفرانس وجود داره. ما یک طبقهشو گرفتیم برای مثلا کنفرانسمون که در این 2 روز و نصفی انجام میشه. 1، 2، 3 یا 11، 12 و 13 خرداد در واقع میشه آدینه شنبه یک شنبه، یعنی برای بچه‌هایی که خارج از ایران هستن آخر هفته هستش، یه ویکند هستش که خیلی راحت میتونم بیام. این سالونی که ما گرفتیم با فرودگاه، یا این سالون و هتل، چون سالون و هتل تقریبا گفتم یک خیابون با هم فاصله، یک خیابون اینجا میریم مثلا سر خیابون هتل، همون بر برمیگردی سالون کنفرانسه. این در واقع این جایی که ما گرفتیم تقریبا 5 دقیقه با فرودگاه اشتوتگارت فاصله داره، یعنی عزیزانی که میخوان با هواپیما بیان اگر از الان رزرو بکنید
بسیار بسیار ارزونه، چون در واقع فصل تعطیلات هم نیست، یعنی دقیقا اون ماه می فصل امتحانات و اینا هستش. دقت فرمودی؟ ما اینم در نظر گرفتیم که واقعا هزینه ها بیاد پایین برای عزیزانی که میخوان شرکت بکنن، چون فصل تعطیلات میدونیم هم هواپیما گرونه، هم قطار گرونه، هم هتل گرونه، همه چی گرونه. اما ماه می، اونم یک آخر هفته ماه می، آدینه شنبه یک شنبه، واقعا اگه کسی بخواد شرکت بکنه خیلی راحت میتونه شرکت بکنه. هتل هم نزدیک فرودگاه اشتوتگارت هست، در یک منطقه در واقع بیزینس اکتیویتی هستش، یعنی یک این مناطقی هست، بچه‌ای که در اروپا زندگی میکنن میدونن که این یک این مناطق مخصوص بیزینس اکتیویتی هستش. در اونجا گرفتیم، نزدیک فرودگاه، 5 دقیقه با تاکسی فاصله داره فرودگاه، تقریبا شما فرودگاه یه تاکسی بگیری بیا اینجا در هتل شاید 10 یورو هم نشه. دقت فرمودی؟ بنابراین اگر میخواین رزرویشنتون رو انجام بدید برای پرواز یا برای قطار، از همین الان انجام بدین، برای یک ماه دیگه با قیمت بسیار بسیار مناسبی میتونید این رزرویشن رو بگیرن. یه سری بچه ها از لندن میخوان بیان، رفت و برگشت هواپیماشون لندن اشتوتگارت یه چیزی هلوش 90 یورو شده. دقت فرمودی؟ یا مثلا عزیزانیم قراره از آمریکا بیان، اینا میتونن با هزینه‌های مناسبی از هر جای اروپا که بخوان تشریف بیان، یا از هر جای دنیا، چون در اینجا به روی تمام هواداران پادشاهی، هواداران راستین پادشاهی باز هست و ما اتفاقا میبایست همه شرکت کنن، مشارکت داشته باشن که هم انسجام خودمون رو نشون بدیم، هم در آینده. عزیزان این کار فقط در این همایش ختم نخواهد شد، این کار ادامه دار خواهد بود، خصوصا کارگروه ها، که ما بتونیم هماهنگ عمل کنیم، هماهنگ یک صحبت رو انجام بدیم، هماهنگ مبارزه بکنیم. این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش. دقت فرمودید؟ سخنرانان ما 3 سخنران در صبح داریم که میشه تقریبا بین 6 تا 8 سخنران داریم که در نماهنگ بعدی که میاد اسامی این سخنران هم میاد بیرون، بمانند همین در واقع کلیپی که شما رو همین برگه جنبش کم برید پایین تر، یک کلیپ نخستین در واقع اعلام این همایش بودش که من از همه شما تقاضا دارم اینو پخش بکنید. تمام سازمان ها اگر هم نمیخوان مستقیم اینو به اشتراک بگذارن از روی برگه جنبش، اینو دانلود کنید و مستقیم روی خروجی های خودتون بگذارید و اینو پخش کنید. اجازه بدید این صدا فراگیر بشه، هرچند تا همین الان هم به راستی و درستی فراگیر شده، اما اینو بیشتر و بیشترش بکنید. شما عزیزانی که در فضای مجازی فعال هستید، یک نقش بزرگی رو میتونید بازی کنید. نقش رسانه رو شما میتونید امروز بازی بکنید. دقت فرمودید؟ همین پخش همین برنامه‌ای که من دارم درباره این همایش صحبت میکنم، این بزرگترین خدمت هستش در راستای تمام این جریانی که داره به وجود میاد، در راستای جریانات مبارزاتی. دقت فرمودید؟ این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش. عزیزان ببینید، فداشم دوستانی که الان به جمع به هیوستن، درود بر شما، کامنتایی که من میبینم، در حال حاضر ما میخوایم هواداران راستین پادشاهی رو، نهاد پادشاهی رو منسجم کنیم. در حال حاضر قدم نخست در همایش اشتوتگارت این هستش، بنابر اصلا نامش هم هست، همایش هواداران نهاد پادشاهی. دقت فرمودی؟ و توضیح دادم عزیزان، حتما این برنامه رو از دقایق آغازینش گوش بکنی، توضیحات رو اونجا دادم. زمانی که این انسجام بین هواداران راستین به وجود اومد که دیگه اینجا نمیتونه بیاد کسی دو دوزه بازی پادشاهی خواهی بکنه بعد بره بشینه لندن اون خزعبلات رو بیان بکنه، یا بره بشینه واشنگتن چرندگویی بکنه، زمانی که ما این انسجام رو به وجود آوردیم، از نگاه سیاسی ما هواداران پادشاهی که اتفاقا حمایت مردم ایران رو در بخش بزرگش، نمیگم همه، در بخش بزرگش داریم، یک انسجام سیاسی پیدا کردیم اینجا. ما یک بار برای همیشه باید بشینیم که در کنار هم، و اتفاقا این جوانگرایی که در این همایش روش بسیار تاکید شده، حتی عزیزانی که با سن بالاتر هم هستن که در اون نسل گذشته مبارزاتی هستن، این رو به ما تاکید کردن، چون خودشون هم جوانگرا هستن. دقت فرمودید؟
این موضوع بسیار حائز اهمیته. مضاف بر این که شما زمانی که به درفش شیر خورشید نشان یا پرچم شیر خورشید نشان، اون سه اصل در واقع وصیت پادشاه در گذشته باور داری، قانون مشروطه و ولیعهد ایران زمین، بیایید آقا، بیایید کسی جلو شما رو نگرفته. دقت فرمودید؟ زمانی که این انسجام به وجود اومد، اون بخش جمهوری خواهایی که به راستی درستی ملی هستن، دلسوز کشور هستن، اونها میان و ما هماهنگی لازم رو با هم دیگه انجام خواهیم داد. مشخصا چنین خواهد بود. من توضیح دادم نهایتا مردم ایران هستن که این رو در واقع با یک رفراندوم پس از سرنگونی این رژیم ضحاک تصمیم خواهند گرفت نوع نظام. فراموش نکنید محتوای یک ساختار هستش که اون خواسته های من و شما رو که همانا آزادی بیان باشه، آزادی اندیشه باشه، آزادی قلم باشه، حقوق شهروندی باشه، رفاه اجتماعی باشه، آبادسازی باشه، شادسیزی باشه و و و و و، اون در محتوای این ساختار، در یک ساختار درست به وجود خواهد اومد. دقت فرمودید؟ در اون برنامه‌ای که من سپاسگزارم از همه عزیزانی که به اشتراک گذاشتن، سپاسگزارم از همه عزیزانی که پیام دادن که مورد توجهشون قرار گرفته بود، اون انواع حکومت‌ها و شاخصه‌های آن، برنامه‌شو برید پایین. من به صورت نوشتاری هم عزیزان اینو گذاشتم، اگر کسی میخواد به صورت نوشتاری جلو چشش داشته باشه، به صورت نوشتاری هم در خدمت همه همیهنان هستش. در اونجا توضیحات لازم داده شد که پادشاهی پارلمانی چی هست. وقتی ما میگیم پادشاهی پارلمانی یعنی چی؟ اون دودوزه بازانی که میخوان به ما سلطنت بچسبونن که لیاقت خودشون هستش، اونها دیگه نمیتونن این دودوزه بازی ها رو در بیارن. عزیزان دقت فرمودی؟ یا اونهایی که در لوای پادشاهی و فرهنگ ایران شهری، در لوای پادشاهی خواهی میخوان پروژه شیعه آریایی یا پروژه یهود آریایی رو تجویز جامعه بکنن که همشون احتمال به زیاد پشتاشون این ور اونور هستش، دوماشون به جاهای دیگه وصله، اونا دیگه نمیتونن این در واقع دروغ پردازی ها رو برای ملت انجام بدن که بخوان ملت رو فریب بدن. دقیق فرمودی؟ بنابراین این انسجامی که به وجود میاد، نخست این که دست بسیاری رو رو خواهد کرد، دقت فرمودی، و سپس این انسجام که گروه ها و سازمان های مختلف منفردین مختلفی درش هستن، میشن یک وزنه. از نگاه سیاسی اینا میشن یک وزنه. ما از این پراکندگی باید در بیایم. جمهوری اشغالگر اسلامی 40 سال تلاش کرده که بین پادشاهی خان رو تفرقه بندازه، با انواع اقسام ارسالی ها و پروژه هایی که درست کرده به مانند همین پس فطرتان شیعه آریایی. دقت فرمودی؟ ما میبایست از این دام در بیایم. چگونه میتونیم از این دام در بیایم؟ بشینیم دور هم دیگه انسجام پیدا کنیم، همه زور شیم، منفردین و سازمان ها جمع شیم، اشخاصی که تخصص دارن بیایید بیرون، درب پنجره هاتون رو باز بکنی، امروز وقتشه. کشور به شما نیاز داره، ملت به شما نیاز داره، به تخصص شما، به اندیشه شما، به راهکار شما، به قدم های شما. ما در یک خط مرزی بسیار بسیار حساسی قرار داریم. عزیزان جریانات سیاسی جهانی رو دنبال بکنید، کسافتکاری هایی که این اشغالگران در ایران، این آخوندان پسفطرت و تمام عواملشون انجام دارن میدن در ایران، به اینها دقت بکنی. این نیاز راستین امروز ما هستش. دقت فرمودی؟ و دقیقاً این سازماندهی به وجود میاد به عنوان یک خط مشترک، به عنوان یک جبهه واحد. خوب به این مسائل دقت کنید. عزیزانی که این برنامه رو میبینن، تماس بگیرید با اشخاصی که میشناسید دارای تخصص هستن، میهن دوست هستن،
دارای تخصص کشاورزی هستند، دارای تخصص زیست بومی هستند، دارای تخصص سیاسی هستند، دارای تخصص اجتماعی هستند، دارای تخصص بهداشتی هستند، دارای تخصص آموزشی هستند، بیان بشینن و طرح و پروژه ارائه بدن. این موضوع بسیار حائز اهمیته. برای همین گفتم اون عزیزانی که در خانه ها نشستن و دارای تخصص هستن، امروز وقتش که پنجره رو باز کنیم. کشور داره دست میره، شوخی نگیریم این موضوع رو. 40 سال سر ما رو گرم کردن. همه این شارلاتان های سیاسی که میبینید، اینا دعواشون سر رفتن جمهوری اسلامی نیست، اینا دعواشون سر قدرت ها و کینه های شخصی خودشونه. یک عده هم که ما بهشون فسیل مغز میگیم، دنبال اون منم زدن هاشون هنو هستن. اتفاقا با یکی از هممیهنان فرهیخته داشتم صحبت میکردم، همین صحبت شد که آقا بیاین بین نسل نوین مبارزاتی، بین نسل جوان مبارزاتی و اونهایی که به راستی و درستی دلسوز میهن هستن از نسل گذشته مبارزاتی، یک پل ارتباطی برقرار بکنیم. یکی از اهداف همایش همین پل ارتباطی هستش. دقت فرمودی؟ بنابراین نسل گذشته مبارزاتی میبایست حمایت معنوی بکنه، میبایست حمایت لوجستیکی، پشتوانه اندیشه‌ای بکنه، اما اجازه بده جوانها این کار رو انجام بدن. آقا نه، این هی منم بزنی. این آشتی رو باید برقرار کرد، این پل ارتباطی رو باید برقرار کرد. دقت فرمودی؟ غرورهای کاذب رو کنار بگذاریم. مملکت در شرایط حساسی قرار داره، این حساسیت رو تک تک من و شما درک میکنیم. بنابراین تمام جوانان میهن دوست، این وظیفه ملی تک تک ما هست که اگر امکان داریم به راستی و درستی بیایم در این همایش شرکت کنیم، اگر امکان داریم حمایت بکنیم، امکان اندیشه‌ای داریم بذاریم وسط، بنویسیم. صحبت‌های شیک، کسی دنبال صحبت‌های شیک نمیگرده، کسی دنبال حرافی نمیگرده. کار وقتی تخصصی هست، کار وقتی بر مبنای دانش هست، اون اشخاصی که دارای این ویژگی‌ها هستن خودشون میدونن که بایستی یک برنامه رو چگونه معرفی کرد. دقت فرمودید؟ بیاین برنامه هاتون رو معرفی کنین. دارایی هیچ کدوم از این شرایط نیستید، در این فضای مجازی اون ارتش ملی و سایبری رو به وجود بیارید، این برنامه ها رو پخش بکنید. تمام اینها دست به دست میده که از این حرکت آذرنگی به وجود خواهد اومد، جرقه‌ای به وجود خواهد اومد که نگاه ها و توجه ها رو به خودش جلب خواهد کرد. دیگه نمیتونه کسی ما رو نادیده بگیره، دیگه یه کسی مثل این دروغ پردازان نمیتونه بره بشینه به نام پادشاهی هر خزعبلی چی دلش میخواد بگه. دقت فرمودی؟ نظر سیاست های جهانی رو باید به خودمون جلب بکنیم. ما نشستیم در طیف پادشاهی خواهان، هر کدوم یک گوشه‌ای هستیم، مردم دارن فریاد رضا شاه روحت شاد رو سر میدن، فریاد ایران شاه، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره رو سر میدن، فریاد مرگ بر خامنه ای سر میدن، فریاد اصلاح طلب اصول دیگر را دیگه تموم ماجرا رو سر میدن، فریاد بگو برگر شاه رو سر میدن. طیف پادشاهی نشسته اینجا، پادشاهی خان راستی، و نمیاد خودشو منسجم بکنه، نمیاد خودشو هماهنگ بکنه، نمیاد همازور بشه. بنابراین این انسجام هواداران پادشاهی که بیشتر از 4 ماه 5 ماه هست که بین این دوستانی که الان دارن کار لوجستیک رو انجام میدن به وجود اومده صحبتش، و اینا دارن خدمت گذاری میکنن که این همایش رو فراهم بکنن. بیاین این رو رشدش بدیم، گستردش بکنیم، بیایم صداش رو بلند و بلندتر بکنیم. این صدا صدای ملت بزرگ ایرانه. در اینجا هیچ چتری هم نیست آقا، یک چتر وجود داره، نجات ایران چتر ماست. ف
فکر نکنید که مثلا اگه الان کلیک میکنید چون اونجا اسم ایرانیان رنسانس هست میخوایم برید زیر چتر ایرانیان رنسانس، نه عزیز من، ما یه امکانی داشتیم در اختیار این همایش گذاشتیم، تموم شد رفت. ما خودمون یکی از اون اعضا هستیم که زیر چتر ایران قرار داریم. دقت فرمودی؟ محور مشترکش اون سه اصله که به نام سه اصل طلایی معروف است. وصیت پادشاهی در گذشته، پرچمش این خورشید، قانون مشروطه، ولیعهد ایران زمین. بیاین آقا جمع شین اگر شما به این سه اصل باور دارید. دقت فرمودی؟ الان زمانش هست. کارها رو میذاریم وسط، هر کسی یه توانایی داره، میگه آقا این کارو انجام بدیم، ما 10 سال روی این پروژه کار کردیم. خیلی خب بدین انجام بدیم، هممون انجام بدیم. اون یکی به صورت منفرد یک تخصصی داره، آقا این پروژه منه. میایم اعلام میکنیم آقا در آینده ایران هواداران پادشاهی این تخصص رو دارن که زیست بوم ایران رو نجات بدن. هواداران پادشاهی این تخصص رو دارن که اقتصاد ایران رو نجات بدن. هواداران پادشاهی این تخصص رو دارن که اون زباله های هسته‌ای که چال کردن تو خاک ایران کشاورزی ما از بین رفته. شما فکر می‌کنین نخلا و کشاورزی اصلا چیز نمی‌کنه؟ یکی از دلایلش آب است، یکی از دلایلش این مسئله رادیواکتیویته هستش. این همه سرطان در ایران زیاد شده، این همه مشکلات عوارض قلبی و فلان و فلان و اختلالات چیز به وجود اومده، فکر می‌کنین چی همه تشعشعات رادیواکتیویته است؟ اینا باید کنترل بشه. بیاید آقا پروژهاتون اعلام کنین، بیاید پادشاهی خواهان با همون شایستگی و والا در واقع اندیشهی پادشاهی، نهاد پادشاهی خودتون رو نشون بدی. دقت فرمودی؟ اون مملکت باید ساخته بشه، 40 سال ویران کردن، خصوصا در نسل جوان که ما میدونیم متخصصان بسیار زیادی داریم. بیاین آقا وسط، نمیخوایم بیاین جلو دوربین، با یک کنم از این سازمان ها ارتباط بگیریم، پروژهاتون رو بدین بهشون، اجازه بدین پروژه ها بیا در جامعه که مردم بدونن پادشاهی خواهان دارای امکانات بیشماری هستن، دارای اندیشه هستن، دارای تخصص هستن. پادشاهی خان فقط اون ارسالی هایی نیستن که پس فترت ها میرن خوز اولا در رادیو تلویزیون ها میگن، دارای اندیشه هستن، تاریخ شناسن، مثل خسرو فرور، مثل مهران ملکی، مثل خیلی از دوستان که میایین تو همایش میبینیشون، رابطه های سیاسی دارن، سیاست جهانی رو میشناسن، سیاست خارجی رابطه دارن. پادشاهی خان دارای این در واقع انرژی، این پتانسیل هستن که یه مش توده‌ای و یه مش اون مهره هایی که این مملکت ما رو به ویرانی کشوندن 40 سال نه دوباره مدعی بشن. داریم میبینیم، داریم در این نشست هایی که برای خودشون میذارن میبینیم چقدر بیشرمانه هم میان یک سری مسائل رو عنوان میکنن. ننگتان باد، شرمتان باد. شما در آینده ایران باید بیان جلوی دادگاه های حقیقت یا پاسخگو باشید، کسی با شما کاری نداره، ولی باید بیاین پاسخگو باشین در جلوی دادگاه های حقیقت یا خوب گوشاتون رو باز کنین. میبخشیم اما فراموش نمی کنین، میبخشیمتون ولی فراموش نمی کنین. شما نسل ها رو نابود کردید، کشور رو به نابودی رسوندید. ما با اندیشه نیکمون، با خردگراییمون شما رو میتونیم ببخشیم ولی فراموش نمی کنیم. خوب گوشاتون رو باز کنیم. پس فطرتان ارسالی. بنابراین عزیزان، دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن به راستی و درستی، دارای تخصص های ویژه هستن، دنبال حراف نیستیم عزیزان، چون حراف زیاد داریم، همچنین روک بگم، حرف قشنگ زن زیاد داریم، حرف مفزن هم زیاد داریم، بیای جمع شی یه گوشه کار رو بگیری بدون اینکه ادعا داشته باشی، بدون اینکه هر کدوم از ماها بخوان ادعا داشته باشن. تخصصاتونو بذارین وسط، تواناییاتونو بذارین وسط،
هر کسی یه گوشه کار بگیره. شما ارتباط داری با فلان جا، گوشه کار بگیر بر مبنای این ارتباطت انجام بده. شما نمیدونم فلان سازمانی داری، گوشه کار بگیر و با سازمانت این کارو انجام بده. نه کسی میخواد در سازمان کسی بیاد، نه کسی میخواد زیر چتر کسی بره، نه نمیدونم این میخواد به اون دستور بده، نه اون میخواد به اون دستور. نه، یک کار گروهی هست. کار گروهی هواداران نهاد پادشاهی. اینقدر این ارسالی های پسفرتر از این سامانه، از این کلمه سامانه استفاده کردن، بعدم بعضی وقتا چندشش میشه این کلمه سامانه رو به کار ببره، اینقدر پس فطرتن. از تمام ویژگی های فرهنگی ما، از تمام ویژگی های زبانی ما، از تمام ویژگی های کلامی ما، از تمام ویژگی های هویتی ما استفاده دارن میکنن و ضربه میزنن به ایران، ضربه میزنن به مبارزان، ضربه میزنن به نهاد پادشاهی. دقت فرمودی؟ جلوی اینا باید گرفته بشه به مانند همین سامانه پادشاهی. اون کسایی که پس فطرتایی که لباس پادشاهی دروغین بر تن کردن میرن میشینن در لندن چنین خزعبلاتی رو میگن، اینا از همین کلمات استفاده میکنن. یا اونایی که دو کلام مهستان یاد گرفتن، اصلا نمیدونن مهستان چیه، فقط کلمش یاد گرفتن، اصلا همین چیزا استفاده میکنن. دقت فرمودی؟ یا اون ارسالیای شیعه آریایی، خصوصا اون پسفطرتان آب نمکیشون، خیلی حواستون رو جمع کنی. اون دفعه هم گفتم قلم پاتون رو میشکنیم اگر بخواید واقعا خطا بکنی. اگر آدم شدی، به راستی و درستی آدم شدی، درست کار بکنی. بخواید بازی در بیارید، این بار به مانند بارهای قبلی نیست، مملکت در خطر فروپاشی. دقت فرمودید؟ بنابراین عزیزان، هدف این همایش، چتر بزرگش سرزمین ما ایران زمین هست، محور مشترکش پرچم شیر خورشید و قانون مشروطه بدون متمم‌های دینی مذهبیش و ولیعهد ایران هست، وصیت پادشاه درگذشته آریامهر، و به صورت گروهی هماهنگ هممون با هم کار میکنیم. نمیخوایم سازمان هامون رو با هم ادغام بکنیم، نمیخوایم کسی بیاد به سازمان های ما بپیونده، نمیخوایم چترامون رو با هم دیگه عوض کنیم. کلا کالو بازی تموم شد. بیاییم وسط این گوی و این میدان. ما تا امروز تمام تلاش هامون رو کردیم و وظیفه‌مون هم بوده که این کارهای لوجستیک رو انجام بدیم که یک محیطی رو درست بکنیم که همه بتونن به گرد هم جمع بشن، و این محیط ساخته شده. عزیزانی که اومدن کمک کردن، همیاری کردن، به ایران هم سوگن خودشون اومدن، هر کدوم یک مبلغی رو گذاشتن که این کار پیش بره، چون حساسیت قضیه رو میدونن. عزیزانی که الان شبانه روزی دارن تلاش میکنن، جلسات زیاد و زیاد از جیبشون هزینه میکنن، میرن اینور اونور که این ارگانیزه کردن ها رو انجام بدن، که این محیط فراهم بشه، عزیزان هم میهنان تشریف بیارن و این انسجام هواداران نهاد پادشاهی رو به وجود بیارن، چه انفرادی، چه گروهی، چه سازمانی. دقت فرمودی؟ این سخنی بود که من دوست داشتم با شما انجام بدم، سر یک ساعتم تمومش کنم، که عزیزانی که پخش میکنن در تلگرام میخوام بذارن، در جای دیگه پخش بکنن، زیادم حجمش بالا نره. بنابراین تکرار میکنم یک خلاصه ای رو از تمام این صحبت ها. این همایش برای این هستش که یک انسجام بین هواداران پادشاهی به وجود بیاد بر سه اصل مشترک، سه اصل طلایی نامش رو گذاشتن دوستان. هیچ کی زیر چتر هیچ کی نمیره، اما قرار هماهنگ با هم دیگه عمل کنیم. تمام سازمان ها، تمام گروه ها، تخصصاتون رو بیارین بذارید وسط که همه سازمان ها ازش استفاده بکنن، مردم ایران ازش استفاده کنن، کشور در نهایت ازش استفاده بکنه. برای رزرو هتلتون حتما به این لینک مراجعه بکنید، چون یه سری چانه زنی هایی شده، مثلا صبحانه رایگان که در این کنفرانس گروپ که به اسم ایرانیان رنسانس ما انجام دادیم. ببینید عزیزان، اشتباه نکنید،
ما یک امکانی داشتیم در اختیار این مجموعه گذاشتیم. واسه همین اونجا اسم ایرانیان رنسانس هست. هیچ ارتباطی به رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی نداره. ما هم یکی از همون گروه هستیم. اینو تکرار میکنم که سوی تفاهم به وجود نیاد. حتما اونجا رزرو بکنید که در واقع از این شرایط ویژه عزیزانی که میان برخوردار باشن. اطلاعات بیشتری میخواین داشته باشین، اونجا یه شماره تلفن هست، میخواین همیاری بکنیم اون شماره تلفن زنگ بزنید. عزیزان اطلاعاتو بهتون میدن، صحبت باهاتون میکنن، شماره حساب بهتون میدن اگه بخواین همیاری بکنید. یه ایمیلی هستش اونجا که اونم برای اطلاعات هست، خصوصا کسایی که میخوان بیان. عزیزان تکرار میکنم، نام مشخصاتتون رو باید بفرستین. اگر میخواین از طرف سازمان شرکت کنین، نام سازمانتون هم بفرستین. اتفاقا خیلی خوبه، خیلی خوبه سازمان های زیادی بیان شرکت کنن. اتفاقا بیاین، کسایی که سازمان دارن بیان شرکت بکنن، خیلی هم خوب هستش. چون ما باید این انسجامو، وقتی میگیم هواداران نهاد پادشاهی، فقط فرد نیستش که، اینا سازمان های مختلف هم هستن، دقت فرمودین. و اتفاقا وقتی سازمان ها میان وسط، استحکام این قضیه، انسجام این قضیه خیلی بیشتر خواهد بود، اعتبارش هم بیشتر خواهد بود. منفردینی که دارای اندیشه هستن، دارای تخصص هستن، میان وسط، این در واقع اون اعتبار رو به پادشاهی خواهان میده. بنابراین کاری که داریم میکنیم، دقت بفرمایید، داریم یه کاری میکنیم که برای خودمون داریم انجام میدیم. برای خودمون، خودمون کیا هستیم؟ ملت بزرگ ایران و در قدم نخست هواداران پادشاهی. زمانی که این انسجام به وجود اومد با جمهوری خواهایی که ملی هستن، دل در گروه ایران دارن، آزادی خواه هستن، مطمئنن با اونها رایزنی ها خواهد شد که بتونه این برنامه های هماهنگ مشترک بره جلو. این موضوع بسیار حائز اهمیت. بنابراین این ایمیل بر مشخصاتتون بفرستید که دعوتنامه براتون ارسال بشه، و یا نه نمیتونید به در سازمان، در سالن کنفرانس شرکت کنید، اون پایین مأمور هست، سکوریتی هست، ما هم همه بالا هستیم. اینو بعد این دعوتنامه رو بعد بهش نشون بدید که اجازه بدن بیاید در ساختمون، دقت فرمودی. بنابراین فراموش نکنید درخواست دعوتنامه رو با اون ایمیل درخواست بکنید و دعوتنامه براتون خواهد اومد. یکم، دوم و سوم جون، جون 2018 که میشه همون 11 12 13 خرداد 2577، در واقع 3 روز و 2 شب این برنامه، این همایش گسترده طرفداران پادشاهی ادامه خواهد داشت که به نام همایش اشتودگارت خود به خود معروف شده. چون من دیدم در فضای مجازی از همایش اشتودگارت صحبت می‌کنن، خودم هم خیلی خوشم اومد، همایش اشتودگارت. تشریف بیارید اونجا. حتما حتما عزیزانی که شرکت میکنن، اون زمان مسافرتتون رو به گونه ای تنظیم کنید که یکم دیگه ساعت 12 در هتل حضور داشته باشید. من خودم هستم، دیگر دوستانم هستن، همگی اونجا جمع میشیم ساعت 12. چک اینمون ساعت 3، ولی اونجا یک اتاقی برای ما در نظر گرفته شده، ساکامونو میذاریم اونجا دیگه. برای دو روز همایش چمدون که نمیبندیم که، یه ساکی دستی میگیریم میایم دیگه، 4 تا لباس میذاریم توش میایم، دقت فرمودی. اون ساکا رو میذاریم در اون اتاق مخصوص، میریم تا سالن همایش. سالن همایش همون خیابون بالایی هتل هستش. ساعت 1 بعد از ظهر همایش در روز 1 ژوئن آغاز میشه تا ساعت 5 بعد از ظهر، دقت فرمودی. بنابراین ساعت 12 همه عزیزانی که شرکت میکنن در هتل حضور داشته باشی، که از اونجا میریم به سمت سالن همایش که همون خیابون بغلی هتل هم هستش. این زمانتون رو پس بنابراین درست بکنید. دیگه هر پرسشی هم که داشتی، شماره تلفن اینجا هست، ایمیل برای دعوتنامه ها. همایش هواداران نهاد پادشاهی میبایست به گونه ای برگزار بشه، به گونه ای درش مشارکت بشه که هیچ صحبتی پشتش به وجود نیاد، که نمیدونم هر کسی بخواد یک حرفی بزنه، خصوصا اون دغلبازانی که به نام پادشاهی صحبت میکنن. اینو خوب روش دقت بکنید، دقت فرمودی. تا الانم به راستی و درستی خیلی استقبال شده عزیزان، خیلی استقبال شده. جای سالن کنفرانس ما محدود هستش عزیزان،
یک حجم تعداد نفراتی رو ما در نظر گرفتیم ماکسیموم. بنابراین عزیزان اونایی که واقعا به راستی و درستی میخوان حضور پیدا بکنن هر چه سریعتر درخواست دعوتنامه بکنن به وسیله ایمیل یا اینکه و همچنین با اون لینکی که گذاشتیم برای رزرو هتل برید هتلتون هم رزرو کنید. پول بلیت هواپیما میخوایم بگیرین از الان تا جون، یک ماه مونده تقریبا، یک ماه کمتر 20 روز بودش 22 روز مونده، با قیمت بسیار مناسبی میتونید بگیرید. فصل تعطیلات هم نیستش و خاطر همین هم هست قیمت هواپیما ترام یا هر چیزی که میخواید بیاید میتونه براتون مناسب باشه از همین الان که رزرو بکنید. بنابراین این کارها رو در نظر بگیرید که اونجا یکم ماکسیموم ساعت 12 هممون در هتل حضور پیدا بکنیم که بریم برای شروع کنفرانس. کنفرانس هم براتون گفتم نیم روز نخستش در واقع پیشگفتاری هست، اهداف کنفرانس گفته میشه، یکی با گفتگوی با کل سالن گفته میشه، اون در واقع پیشگفتار آغازین همایش خونده میشه. عزیزانی هستن که دارن از سازمانهای مختلف، افراد مختلف دارن روی این قضیه کار میکنن. دقت فرمودی؟ واسه همین میگم این کار یه کار همگانیه، هیچ کی سیری چتری هیچ کی نمیره، هم تمام پادشاهی خواهان دارن روی قضیه کار میکنن، پادشاهی خواهان راستین، ارسالی پس فطرت رو نمیگم. و اینکه روز دومم در واقع دوم سه تا سخنران صبح هست به اضافه پیام های تصویری که عزیزان که نمیتونن تشریف بیارن اون پیام ها چیز میشه ارسال میشه یا به وسیله اسکایپ اونجا ویدیو پروژکتور هست میتونن بیان صحبت بکنن. و اینکه بینش آنتراک هستش، تنفس هست که اونجا بوفه در نظر گرفته شده، شربت و شیرینی و کافه و نوشیدنی و چیزهای مختلف هست، تنفس ها انجام میشه، دوباره میان میشینن سخنران بعدی همینطوری تا ظهر ساعت 12 تا 1 نهار هست، یک نهار مختصر و مفید و دلپذیری عزیزان در نظر گرفتن که اونجا صرف میشه. وقتی که میل کردن دوباره ساعت 1 میان در واقع پنل پرسش و پاسخ هست با سخنرانانی که در روز سخنرانی کردن در صبح تقریبا یک ساعت، یک ساعت و نیم، و سپس کارگروه ها هست، آغازش هست که همونجا اون کارگروه ها تشکیل خواهد شد. روز دوم هم به همین صورت. شبم که میایم 5 به بعد در هتل دیگه، خب در واقع هممون در یک هتل هستیم، میتونیم گپ و گفتگو کنیم اونجا، بالاخره کسی بخواد شام بخوره میتونه بره شام بخوره، هم در هتل میتونه رستوران هتل شام بخوره، هم در بیرون اطراف میتونه غذایی میل بکنه. بنابراین از این فرصت استفاده کنیم که اون همگامی ها، هماندیشی ها، اعتماد ها ساخته بشه، برگزار بشه که بتونیم کارهای آینده رو پیش ببریم، این همایش خوب انجام بشه. عزیزانی که تا الان حمایت های مالی کردن، عزیزان ما تقریبا هلوش 5000 تا هزینه این گرد همایی شده که این 5000 تا هم دوستانی که اومدن هر کدوم یه گوشش رو گرفتن و تقریبا به گونه یک بخش مناسبیش انجام شده، اما یک بخش دیگهش نیاز هستش که اگر امکان داره اونایی که میخوان همیاری بکنن با اون شماره تلفن تماس بگیرن و همیاری بکنن. و در نهایت اتفاقا عزیزانی که ما داشتیم صحبت میکردیم، خصوصا کسایی که همیاری کردن، ما این همایش به خوبی برگزار بشه، اون انسجام به وجود بیاد که وجود به وجود خواهد اومد، ما هر فصلی بر مبنای در واقع تصمیم گیری همگانی همایشی میگذاریم و حضور پیدا میکنیم. حضور ما بسیار حائز اهمیته، حضور هواداران پادشاهی بسیار حائز اهمیته و ما میتونیم یک در واقع کنفرانس مشترک، همایش مشترک با جمهوری خواهان بگذاریم. دقت فرمودی؟ پادشاهی خواهان با جمهوری خواهان یک همایش مشترک میتونیم در آینده بگذاریم که بیایم اون کارها رو هم در واقع با هم تقسیم بکنیم، سریع سری مسائل میتونیم به توافق برسیم، محتوای چیز، ما اینجا نیستیم که قانون بنویسیم، قانون اساسی، نه، اینو در درون ایران متخصصین و کسایی که واقعا حقوقدان هستن، روانشناس هستن، جامعه شناس هستن، یک گروه باید تشکیل بشه و من گمان میکنم این درون ایران انقدر متخصص است که این کارو انجام بده. دنبال این نیستیم که یک سری در واقع خرد باخته همچی با ژست و افتخار هم میگن ما
ما رفتیم برگرفته از قانون اساسی آمریکا رو مثلا چیز کردیم، خاک بر سرمون کنن که ما میخوایم کپی کنیم از قانون اساسی یک کشور دیگه که بخوایم مملکت خودمون رو بسازیم. بنابراین این مسائل همه در درون مرز زمانش که برسه انجام میشه، اصلا کسی دنبال این حرفا نیست. اما بر مبنای اون خواسته هامون، بر مبنای آمال هامون، بر مبنای آرزو هامون، بر مبنای آرمان هامون میتونیم با جمهوری خواهان در واقع ملی که اونام دل در گروه ایران دارن، هم میهنان ما هستن، با اونها همایش های مشترکی رو در آینده برگزار بکنیم و خواهیم کرد. این رو میتونم به شما نوید بدم. بنابراین این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش که قدم نخست این انسجام هواداران پادشاهی به وجود بیار بر مبنای اون سه وصیت پادشاه در گذشته آریامه که پرچم شیر و خورشید و قانون مشروطه بدون متمم‌های دینی مذهبیش و ولیعهد ایران زمین هستش و چتر بزرگمون هم کشورمون ایران زمین هست که باید هر چه سریعتر به دادش برسیم و نجاتش بدیم و آزادش بکنیم. به هر روی امیدوارم که گفته ها کامل بوده باشه و اون خواسته هاتون رو در واقع اون پرسش هاتون پاسخ داده باشه در راستای این همایش که چه قراره بگذره. شماره تلفن عزیزم ها در پست گذاشتم براتون میخونم، 2041 779 10 24 60 در پستم هستش. یه بار دیگه میخونم، شماره تلفنی که برای همیاری و اطلاعات بیشتر هستش 2041 779 10 24 60 در پستم هستش و ایمیلی که برای دعوتنامه و یا اطلاعاتی میخواید با ایمیل داشته باشی و همچنین مشخصاتون رو باید بفرستین که دعوتنامه براتون ارسال بشه در واقع هستش ensejam.iran@gmail.com. در تیتر این پست مشخصاتو گذاشتم، لینک رزرو هتلم در واقع شورت لینکش هستش، کلیک کنید میدید روی پیجی، پیج هتل هستش و میتونید اونجا مستقیم رزرو بکنید. مهمان جیب خودتون هستید، رزرویشن و رفت و آمدتون و هزینه هایی که اونجا دارید، ما تلاش کردیم که اون محیط کنفرانس رو بتونیم یک محیط جذاب و به وجود بیاریم که اونجا محیط کاری هستش که زیادم کلافه کننده و خستگی به وجود نیاره، هرچند که ما میریم برای 3 روز همایش کاری. خوب دقت کنید عزیزان، اونجا کسی میاد فقط نمیاد اونجا کافه‌ای بخوره، شرابی بنوشه، شامپاینی بنوشه، سیگاری بکشه، حالا یک گپ و گفتگویی کنه تموم شد رفت. نه، میایم اونجا برای کار کردن، میایم اونجا برای آزادی ایران، میایم اونجا که این کارگروه ها تشکیل بشه، میایم اونجا که این انسجام و همازوری هواداران نهاد پادشاهی برگزار بشه، میایم اونجا که برنامه هامون رو هماهنگ انجام بدیم، میایم اونجا که بریم برای آزادی ایران، با کسی هم شوخی نداریم. بنابراین به همه این مسائل خوب دقت کنید، توجه کنید. متخصصینی که میان اونجا برنامه اگه دارن پیشاپیش برنامه هاشون رو بیارن، اگر عزیزانی که از سمت سازمانی جای میان اگه برنامه دارن کپی بگیرید. یه تقریبا ما اونجا بین 150 تن رو در نظر گرفتیم که در این همایش شرکت بکنن، کپی به اندازه کافی بیارید که بتونیم این برنامه رو بین همه پخش بکنیم که اونها هم از در واقع از تجربیات شما، ما هم بتونیم استفاده کنیم، از تجربیات ما دیگران بتونن استفاده بکنن. این در واقع تبادل نظر، تبادل تجربیات و تبادل کارها و پروژه ها، این کمکی به ما میکنه که بتونیم اون انسجام و اون هماهنگی و اون همگامی رو بین خودمون هواداران پادشاهی به وجود بیاریم. اگر کسی کتابی میخواد معرفی کنه، نویسنده است، کتابی میخواد بیاره، بیارید کتاب بیارید، ما جو یک میز میذاریم در واقع کتاباتون رو معرفی کنید، به مردم هدیه بدید اگه دوست دارید، یا اینکه اگه دوست دارن بخرن میتونن اونجا بخرن. اتفاقا یکی از دوستان چند وقت پیش به من میگفت این آقا این کیان کانسپت هم بگید بیا، حالا اگر برنامه ما رو ببینه و صدای ما رو بشنوه، اگه دوست داشت این عزیزم میتونه شرکت کنه، اونجا یه میز در اختیارش میذاریم که محصولاتش که به راستی و درستی محصولات مد پادشاهی هستش، گمان میکنم در این همایش هواداران پادشاهی میتونه بسیار مناسب و ارزنده باشه. خب عزیزان، اون مسئله که میبایست رو عنوان کردم،
و امیدوارم که پاسخهای شما داده شده باشه. اگر پاسخ، اگر پرسش بیشتری دارید با شماره تلفن تماس بگیرید و اطلاعات بیشتر رو در اختیار خواهید داشت. سپاسگزار میشم ازتون دوباره که این برنامه رو در گروه هایی که هستید، عضو هستید، پخش کنید، روی پروفایل خودتون بذارید، برای دوستانتون بفرستید که برنامه رو ببینن. عزیزانی که امکان دارن در تلگرام اینو حجمشو کم کنن، در تلگرام پخش بکنن که همیهنان در اون مرز و دیگر همیهنانی که روی تلگرام هستن هم در جریان قرار بگیرن. روی یوتیوب هم خواهیم گذاشتش که میتونیم، لینکشو بعدا خواهیم گذاشت که میتونید از اون لینک یوتیوب هم برای پخش استفاده کنید و یک بار هم فقط پخش نکنید، بیایید حداقل در دو سه روز متناوب این برنامه رو پخش بکنید. ما 20 روز بیشتر وقت نداریم، این صدا باید فراگیر بشه. رسانه شما هستید، تلاش کنید برای آزادی میهنتون، جای دوری نخواهد رفت. همه همون میبایست دست در دست هم در این نوع براندازیم و همازور بشیم و از این بنبست تاریخی رهایی پیدا بکنیم، رژیم ضحاک رو به زباله‌دان تاریخ برسیم، بریزیم و با فریدون ضحاک رو دوباره در کوه دماوند در بند خواهیم کشید. براتون آرزوی پیروزی و بهروزی دارم. پاینده ایران.